سلام دوستان، وقتتون بخیر. خوش اومدید به کانال خودتون، کانال IMDb فارسی. اکثرا فکر میکنن سایت IMDb مخصوص فیلم های هالیوودی هستش و فقط اون فیلم ها توش قرار میگیره، در صورتی که فیلم های سینمای ایران هم توی این سایت قرار داره و کاربران میتونن بهش نمره بدن. توی این ویدیو قراره 5 فیلم برتر ایرانی از لحاظ نمره رو توی سایت IMDb خدمتتون معرفی کنم که کدوم یک از فیلم‌های ایرانی تونستن توی این لیست قرار بگیرن و بهترین فیلم‌های ایرانی سایت IMDb هستن. حتما حتما ویدیو رو تا انتها مشاهده کنید که پیشنهادات جالبی براتون دارم. پنجمین فیلم لیست برترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران توی سایت IMDb فیلم آقای سعید روستایی، فیلم ابد و یک روز هستش که موقعی هم که توی جشنواره فجر اکران شد استقبال خیلی زیادی ازش شد. اکثر جوایز جشنواره فجر رو درو کرد فیلم ابد و یک روز و با بازی آقای نوید محمدزاده، پیمان معادی و خانم پریناز ایزدیار یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینما ایران به حساب میاد و توی سایت IMDb هم تونسته پنجمین فیلم برتر از نگاه مخاطبین این سایت باشه که مخاطب ایرانی هم هستن، مخاطب خارجی هم با توجه به اکران این فیلم توی کشورهای مختلف و جشنواره‌های مختلف تونستن رأی بدن و ابد و یک روز شده پنجمین فیلم برتر سینما ایران توی سایت IMDb. این خط، این نشون واسه نگاه کن. اینا ترسیدن دارن خودشون جمع و جور میکنن. چجوری میخوای پاشی بری اون سر دنیا، جایی که نه مردمشو میشناسی نه مجبور باشه عادت میکنی؟ اینا فقط دردشون اینه که تو نری. ای من گذاشتم تو بود. تو فکر میکنی من باسچی نمیام اینجا زندگی کنم؟ بری برگردی، بری برگردی دیگه آقام نیست، آقام نیست بندازی گردنش. آقا گردن منم نمیتونی بندازی، چون دارم بهت میگم چه جوری داری شوهر میکنی ولی نمیشنوی. آقا میگم بابا خوشگل میره کارت نمیخواد. نه مال باش احترام سن و سالتون یادار باشه. روزایی که تو خونه نیستی این آبجیات به مامان آب و غذا نمیدن که یه وقت دستشویش نگیره. کی میاد از خانواده دختر بگیره که من و توی آشالات داداشاشی؟ آقا ابد و یک روز، نویسنده و کارگردان سعید روستایی. اما چهارمی فیلم این لیست مربوط میشه به فیلم آقای مجید مجیدی، یکی از موفق‌ترین فیلم‌های 50 سال اخیر سینمای ایران، فیلم بچه‌های آسمان که تونست تا 5 فیلم برتر اسکار هم راه پیدا کنه. اسکار بخش بین‌الملل بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان تونست بچه‌های آسمان نامزد بشه ولی متأسفانه نتونست این جایزه رو کسب بکنه. این فیلم چهارمین فیلم برتر از نگاه سایت IMDb و مخاطبینش هستش. فیلم بسیار بسیار جالبیه، داستان گیرایی داره واقعا و بهترین فیلم کارنامه آقای مجید مجیدی هم فیلم بچه های آسمان به حساب میاد. مدرسه زن خورده بود، تو باید کمی زودتر بیاری. تا ترجیح شدم زود اومدم. زهرا به مامان که چیزی نگفتی؟ نمیگم دیگه. کفش خیلی کثیف شده، مردم نمیاد بپوشمش. باز داری بهونه میاری یا نه؟ به خود کفش خیلی کثیف شده. خب میشه. اما سومین فیلم برتر ایرانی توی سایت IMDb از نگاه مخاطبین IMDb فیلم
موفق آقای اصغر فرهادی هستش که تونست هم جایزه اسکار رو کسب بکنه، هم جوایز جشنواره فجر رو درو کنه توی سالی که اکران عمومی در اومد و توی جشنواره فجر هم قبلش نمایش داده شده بود. فیلم جدایی نادر از سیمین با بازی آقای پیمان معادی و خانم لیلا حاتمی. این فیلم اگه نگیم بهترین فیلم تاریخ سینما هستش توی ایران، یکی از 5 فیلم قطعا میتونه باشه. برای فیلمنامه هم توی جشنواره اسکار نامزد شده بود این فیلم، ولی این اسکار رو به آقای وودی آلن و فیلم میدنایت این پاریس باختش، ولی تونست اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان رو از آن خودش کنه، فیلم جدایی نادر از سیمین از آقای اصغر فرهادی. نه خیر، ایشون نه معتاده نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمی. پس برای چی میخواد رو بگیره؟ برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد. منم که شون اینجا پیشنهاد بده آقای قاضی چیکار کنم؟ الان ایشون بهونه کرد. من بهونه نکردم. شما گفتی یه دلیل بیا. من اجازه بدید صحبت کنم. بفهم. چیه؟ بابا داشت میمرد، من رسیدم. هر کردم بیا برو. دست من نزن آقا. یه خانومی آوردن امشب اینجا به اسم راضیه، بچهش سفت شده. چی کارش کردی مگه؟ شفاف توضیح بده آقا، اتهامش من الان قتل. آقای دو گفتی؟ مگه تو تکامل جدی نیست؟ جدی اما دومین فیلم از نگاه مخاطبین سایت IMDb، فیلم ایرانی که واقعا من فکرشو نمی کردم توی این جای لیست باشه. خودم خیلی خیلی این فیلم رو دوست دارم، ولی از اونجایی که ژانرش کمدی هست، معمولا فیلم های ایرانی توی ژانر کمدی نمره خیلی خیلی کمتری رو کسب میکنن. رتبه دوم لیست بهترین فیلم های ایرانی توی سایت IMDb فیلم مارمولک هستش با بازی آقای پرویز پرستویی که نمره خیلی خوبی رو توی سایت IMDb تونسته کسب بکنه. فیلم مارمولک به کارگردانی آقای کمال تبریزی، یک داستان رادیکالی به حساب می اومد توی سالهایی که اکران شد و ساختار شکنی به حساب می اومد. هرچند بعد از یک مدت از روی پرده‌های سینما فیلم مارمولک پایین اومد، ولی خب تو همون روزهایی که اکران شد هم تونست فروش خیلی خیلی خوبی داشته باشه و صفای طویلی رو برای دیدن فیلم مارمولک شاهد باشیم. این اثر آقای کمال تبریزی دومی فیلم محبوب ایرانی توی سایت IMDb هست. بچه دو تا مال فردوسی، این دو تا مال فرشته، این دو تا منم مال ورود ممنون. کیف تو جیبم جا بود. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اشهد ان لا اله الا الله. تو رو خدا بلند نشی، مشغول باشی. که این کار اند حرام. چطور آرزومان نک. خیلی نمیدن شد. هیچی، عرض کردم تو عزیز دلمی، دلنگیز. اگر اسلام دستبال ما رو نبسته بود عزیز برادر، در این گونه موارد ضرورت دارد بزنی خار مادرشان را با هم پیوند دهی. عزیز دل برادر، بیا با هم بریم اعتراف کن، بلکه از بار گناهان سبک بشی. هیچ وقت دست به روی روحانیت بلند نکنی. بلحظه روحانیتش بچه در بار حالا سه مورد دیگه هم اون اضافه کنید. هفت‌گرگی زیر زانو و کله در مواقع ضروری از اون استفاده بکنید. حتما کارسازه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اما میرسیم به برترین فیلم ایرانی توی سایت IMDb. از نگاه مخاطبین سایت IMDb شاهکار آقای علی حاتمی فیلم مادر هستش. این فیلم یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینمای ایران به حساب میاد، هم از لحاظ ساختاری، هم از لحاظ تکنیکی و هم از نظر فیلم نامه. ستاره های اون سال های سینمای ایران تونستن توی فیلم مادر به بهترین شکل ممکن بدرخشن و بهترین بازی خودشون رو تا جایی که میتونستن ارائه بدن. کارگردانی کار آقای علی حاتمی توی پخته ترین حالت ممکنشون بودن وقتی فیلم مادر رو میساختن و کاملا با یک فیلم شاعرانه و یک فیلمنامه یک نواخت و ریتم دلنشین همراه هستیم. من این ویدیو رو تقدیم میکنم به تمام مادران ایرانی و اعلام میکنم بهترین فیلم ایرانی توی سایت IMDb از نگاه مخاطبین فیلم مادر اثر آقای علی حاتمی هست. که تا این لحظه ویدیو رو دنبال کردید. این بود 5 فیلم برتر ایرانی توی سایت IMDb. حتما اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، کانال رو اگر سابسکرایب نکردید همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید، چون من به این سابسکرایب ها و لایک های شما واقعا نیاز دارم تا بتونم برای ویدیوهای بعدی با کیفیت بهتری براتون ویدیو و برنامه داشته باشم. ممنون از همراهیتون، روزتون بخیر، تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.